با درود فراوان، محمد رضا اکبری هستم از آلمان. خدمتتون ما یه تیری داریم با چند نوع بارگذاری که شما ملاحظه می‌فرمایید با دو تکیگاه. قبلا من محاسبه عکس العمل تکیگاه رو به دست آوردم، حالا اینجا من فقط نوشتم به خاطر اینکه از تو کلیپ های قبلی میتونه خیلی راحت مفهوم و اون راهکار ابتکاری به دست آوردن تکیگاه رو به آسانی به دست بیارین، چون نیازه. من عرض کردم برای وارد شدن به هر چیزی در تیرها، حالا خمش، برش، لنگر مامان خمشی و خیلی چیزه، حتی مسئله بعدن، شما حتما باید تکیگاه رو اکسلامان تکیگاه رو به دست بیارین. اینجا در واقع تو تیر ما میخوام نیروی برشی در نقطه سی، یکی از نقاط، حالا هر نقطه میتونه باشه از این تیر رو محاسبه کنیم، و لنگر خمشی نقطه سی. خب ما اول باید حتما عکس العمل آ یا بی یا هر دو ما به دست بیاریم. ما اینجا عکس العمل هم قبلا من گفتم خدمت دوستان که همیشه فرض کن من عکس العمل میخوام به دست بیارم، میام چیکار میکنم؟ این نیرویی که دارم طول آن سمت تیر به کل تقسیم ضرب در این نیرو، اینجا نوشتم طول آن سمت تیر طول کل ضرب در نیرو، و لنگر هم همین لنگر، حالا به ازای منونه که دور میشه منفی و نزدیک میشه مثبت، که در کلیپ قبلی دوستان میتونن دنبال کنم و راحت به دست بیارم. خب اول ما میم عکس العمل نقطه عکس العمل تکیگاه آ رو ما به دست میاریم. خب عرض کردم ما از روی نقطه آ حرکت 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 میام نقطه ای که نیرو وارد میشه، انگشتی میذاریم اینجا که این سمت نبینم، اون سمت طول کل ما هست خدمت 7L3O2 میشه در واقع 7L به کل تیر که 8L طول کل 8L ضرب در این نیرو. خب نوشتم اینجا اینا 7L، بعد به اضافه باز حرکت میگم میام تو این نقطه ای که نیرو وارد میشه، این سمت چند طول چقدر 3.25L تقسیم بر طول کل ضرب در این نیرو، باز حرکت میکنیم، اصلا نقطه سی رو دیگه نگاه نمیکنیم، فعلا عکس العمل نگاه میخوام به دست بیاریم و میام تو این نقطه ای که به سر 2P بهش وارد نیرو متمرکز 2P وارد میشه، پس این سمت 3L تقسیم بر کل 8L ضرب در 2P، و میام لنگر چون از چون عکس العمل آ رو دارم به دست میاریم از این داره دور میشه، قبلا گفتیم تو کلیپ‌های قبلی منفی میشه منفی ام به 8 ال، خودش اینو فرض کرده ام مساوی از پی ال که قرار بدیم جمع جبری کنه خیلی به آسانی مقدار عکس العمل آ 4 پی به دست میاد. خب حالا مهم اینجاست، اینجا مطلب مهمه که ما چجوری به چگونه بتونیم عکس العمل مثلا نیروی برشی نقطه سی و خدمتتون لنگر خمشی نقطه سی رو به دست بیاریم. نیروی برشی رو با حالا چیز با وی نشون میدم، وی سی و در واقع ام سی رو میخوایم محاسبه کنیم دوتا رو، حالا جهت ها رو بعدم خدمتتون میگم بالا پایینی مسئله. خب خیلی ساده، برای همیشه شما میخواید نیروی برشی هر نقطه از سی رو حساب کنید، اون نقطه رو خدمتتون در نظر میگید سمت راستی اون نقطه رو حذف میکنه، انگار سمت راستی وجود نداره، البته به شرط اینکه عکس العمل اول محاسبه کنید. خب من اومدم سمت راست در واقع نقطه سی رو که اینجا از مقاسه نشونه گرفته سمت راست، یعنی اون سمت به اسلام نسبت به عکس العمل اون سمت از بین بردن انگار وجود نداره، پس این تبدیل میشه به اینفو. شما حالا جمع جبری کنیم، من اینجا نوشتم همیشه نیروی برش جمع جبری نیروهاست، خیلی ساده الان ببین خیلی ساده اینجا چقدر ساده محاسبه میشه. حالا فرض کنید اینجا میخوام الان نیرو برشی حساب کنم، ببین این سه تا نیرو این سمت وجود داره، اون سمت که حذف کردیم یکی نیرو ار آی که 4 پیه، پی و سه پیه، اینا رو جمع جبری کن، این به سمت بالاست دو تا به سمت پایین اصلا جمع کم میشن، پس میشه 4 پی من های این پی من های این سه پی که اینجا استثنا در میاد صفر، نیروی برشی در نقطه سی صفره، حالا ممکنه هر عددی به دست بیاد، پس محاسبه نیرو برشی همیشه ما البته برای لنگر خمشی هم در واقع همین کارو میکنه، محاسبه لنگر خمشی هم همیشه اون نقطه رو ما در نظر میگیره انگشت میذاریم روی سمتی که ما نمیخوایم میندازیم دور، بعد خدمت اینجا اگه نیروی برشی یعنی جمع جبری نیروها، حالا میگم لنگر خمشی نقطه سی رو محاسبه کن، لنگر خمشی هم در واقع این فرمول برس خیلی ساده باز این کار میکنه، اون سمت ما حذف میکنیم انگار وجود نداره، فقط نقطه سی رو ما داریم، اینجا نقطه سی اون سمت ما کاری نداریم، و میایم نقطه سی رو این فرمی حساب میکنیم، همیشه لنگر این فرمی بود، نیرو ضرب در فاصله، نیرو تو راهنمایی دبیرستان هم داشتیم لنگر خمشی، این نیرو ببین حول این دوران میدم انگار، پس نیرو ضرب در این فاصله، این نیروی که اینجا سه تا نیرو دارم من، این نیرو ضرب در این فاصله در جهت عقربه ساعت است، حالا مثبت میگیریم ما اینجا، پس میشه 4 پی ضرب در فاصله این 2 2 4 میشه 5 ال.
خب میام یاده این نیرو تموم شد میام اینجا، این حول نقطه سی دوران میدم، پس آر رو نقطه سی دوران دارم جلسه اون سمت شد، این حول این دوران برعکس اون میشه، پس منها میشه، پس میشه پی ضرب در فاصله ما اینجا تا اینجا 4 ال. این خیلی راحت. بعد میام باز این حساب بالا باز حرکت میکنیم، سوم نیروی ما اینه، این سه پی چون این سمت خلاف منفی میشه، خلاف عقربه ساعت میشه، یا این به این سمت میشه، این آر به سمت به ساعت گرده، اونا برعکسش هم منفی میشه، حالا فرق نداره هر سمت، مهم نیست فعلا. بعد این که شما جمع جبریتون درست بشه، پس سه پی، پس معنا میشه سه پی ضرب در این فاصله دو ال. محاسبه اینم خیلی ساعت ساده میشه، اینجا میشه 4 5 تا 20 تا پی ال، اینجا میشه 4 تا پی ال و اینجا میشه 6 تا پی ال. حالا جمع جبریشون 24 تا بگیم 16 تا 16 میشه 10 تا، 6 تا بگیم میشه 10 تا در واقع پی ال میشه لنگر خمشی در نقطه سی. پس خلاصه داستان اونجوری میشه. دوستان عزیز اصلا همیشه تو همه تیرها هر جا، حتی بعدا تو ستونها هم این اتفاق میافته، تو مقطع ارشد دکتر و حتی همه جا هر جایی وارد تیر میشه، باید محاسبه اکثر عملها رو به راحتی به دست بیاری تو زمان کم، که من دو تا کلیپ قبلی در واقع مثال زدم. خب وقتی اکثر عمل محاسبه شو، هر نقطه ای از تیر مورد نظر ما باشه، لنگر خمشی، برش، هر چیز دیگه میخوان، یه سمت حذف کنه، اون سمت نقطه رو در یه سمت حذف کنه، اینا یه سمت حذف کنه. حالا اگه نیرو، کلمه نیرو، نیروی برش یعنی نیروه، اینم جنسشون نیروه، پس جمع جبری اینا میشه یکی به سمت بالا دو تا پایین کم میکنیم، این عکس نما رسولی 4 پیر من این دو تا لرچه شد میشه نیرو برش. لنگر خمش این نقطه میخواد، هنوز دستم اینجاست، اون سمت حذف شد، اینا خیلی ساده. پس اون سمت چی میشه؟ لنگر خمش نیرو ضرب در فاصله، این نیرو ضرب در این فاصله، چون فلش نگاه کنین این سمت داره حرکت میکنه، اینا برعکس، اینا رو کم میشه، پس این نیرو ضرب در این فاصله، این نیرو ضرب در این فاصله، منها این نیرو ضرب در این فاصله. چرا منها؟ به خاطر این با این برعکس هم جهت فلشون تغییر میکنه، مثلا متفاوته، پس کم میشه. خلاصه داستان ما اول پس باید محاسبه جمع به اصطلاح چیز رو عکس عمل حساب کنیم، چون نوشتم مرحله اول، مرحله دوم یک سمت با نقطه رو حذف میکنه و وارد اون عملیات که اینجا عرض کردم میشویم. مرسی، موفق باشین، بدرود.